سرخط خبرها. ده فرمان بایدن برای مقابله با گسترش کرونا در آمریکا. در اروپا تأخیر در توزیع واکسن فایزر صدای بعضی کشورها را در آورد. مسئولی که میشینه تو خونش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه. سخنان بحث برانگیز درباره حسن روحانی در تلویزیون ایران. صدا و سیما حاضر به عذرخواهی نشد. معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفته شکایت میکنند. تصور بر این بوده که اتهام ایشون فقط همین نبستن اینستاگرام بوده. احضار وزیر ارتباطات ایران به دادگستری به دلیل خودداری از بستن اینستاگرام. جهرمی میگوید مسئول اجرای فیلترینگ نیست. و با دوچرخه از بریتانیا تا چین، بیماری که برای کمک به مبتلایان به سرطان رکاب میزند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در نخستین روزهای کار خود 10 فرمان اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا صادر کرده و گفته می‌خواهد در 100 روز 100 میلیون آمریکایی را واکسینه کند. در اروپا در حالی که تعداد مبتلایان رو به افزایش است، بعضی از کشورها از جمله چک، ایتالیا و اسپانیا به علت تأخیر در توزیع واکسن فایزر ناچار شدند برنامه واکسیناسیون عمومی را در برخی مناطق متوقف کنند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. برای جو بایدن رئیس جمهوری امریکا دیگر وقت عمل رسیده تا آرزوی امریکایی‌ها برای بازگشت به روزهای بدون کرونا را برآورده کند. وظیفه دشوار که حالا آقای بایدن در مقابل دوربین‌ها به آن متعهد شده. شمار قربانیان احتمالاً در ماه آینده از 500,000 نفر می‌گذرد. شمار مبتلایان بالا می‌رود. این شرایط یک شبه اتفاق نیفتاده و ماه‌ها طول می‌کشد تا تغییر ایجاد شود. اما بگذارید به روشنی بگویم، ما از این بحران عبور می‌کنیم. جو بایدن وعده داده در 100 روز نخست کاری خود زمینه تزریق 100 میلیون واکسن کرونا را فراهم کند. بسیاری به موفقیت برنامه دولت برای کنترل کرونا خوشبینند، از جمله دکتر آنتونی فاوچی، مدیر گروه پزشکی مشاور دولت. او که تجربه کار با دولت قبلی را دارد، میگوید حالا می توان بر اساس شواهد و مدارک درباره بحران کرونا بحث کرد. این که میتونی بر اساس شواهد علمی حرف بزنی و بدونی که صدای علم شنیده میشه، تا حدی احساس آزادی به آدم میده. دولت امریکا میگوید مسافران خارجی باید قبل از سفر نتیجه منفی آزمایش کرونا خود را ارائه کنند و بعد از رسیدن به امریکا هم خود را قرنطینه کنند. شمار مبتلایان در اروپا هم رو به افزایش است. همزمان مشکل کمبود واکسن هم وجود دارد. کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و جمهوری چک میگویند تنها بخشی از محموله‌های واکسن سفارش داده به فایزر را دریافت کردند. شرکت فایزر بایونتک روند تحویل واکسن‌ها را تا نیمه ماه آینده کند کرده تا سطح تولید خود را در واحد تولیدیش در اروپا بالا ببرد و تقاضای کشورهای اروپایی را از این محل تأمین کند. اوضاع در برزیل هم تکان دهنده است. کشوری که بعد از امریکا بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را در جهان دارد و حالا گرفتار در کوران موج دوم کرونا است. تصویر بحران برزیل را اینجا در ماناوس، بزرگترین شهر منطقه آمازون، به روشنی می تواندید. ظرفیت بیمارستان ها پر است و امروز مردم در صف خرید اکسیژن تا در خانه به داد مریض خود برسند. کشور دیگری که یک نوع جدید ویروس در آن دیده شده، بریتانیا است، با بیش از 3.5 میلیون مبتلای شناسایی شده و بیش از 94,000 جان باخته از آغاز همه‌گیری تا ظهر جمعه. تقریبا تمام کشور در قرنطینه است و حالا زمزمه‌هایی از تمدید محدودیت‌ها شنیده می‌شود. همه‌گیری کووید 19 با تمام خطرات و مصیبت‌هایش برای این دو جوان بریتانیایی اما پیامی مثبت داشته تا قدر لحظات زندگی را بدانند. الیزابت و سایمن که هر دو تا پای مرگ رفتند، تصمیم گرفتند تا فرصت دارند با هم پیمان ازدواج ببندند. همینجا در بیمارستان برای آنها حالا هر دم موهبتی بزرگ است.
حالا داستان ازدواج ما از همه باحال‌تره. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در ایران مؤسسه رازی گفته آزمایش بالینی واکسن کرونا ساخت این مؤسسه از هفته آینده آغاز می شود. قرار است این واکسن در فاز اول آزمایش طی دو مرحله روی 133 نفر تست شود. داوطلبان تست این واکسن از بین افراد 18 تا 55 ساله که در سلامت کامل هستند انتخاب خواهند شد. همزمان سخنگوی سازمان غذا و دارو هم گفته ایران و کوبا به دنبال ایجاد ظرفیت تولید میلیون ها دوز از واکسن کرونا هستند که با همکاری این دو کشور در دست تهیه است. دکتر جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند با ما هستن. آقای دکتر، واکسن ساخت ایران رو چقدر باید جدی گرفت؟ ببینید، قضاوت در موردش وابسته به این هستش که چقدر اطلاعات در موردش به صورت شفاف وجود داشته باشه. ما اگر که دقت کنیم به اون چیزی که گفته شده، معمولا مصاحبه های اینجا و اونجا بوده و اطلاعاتی که در مطبوعات غیر علمی پخش شد. مثلا گفته شده که مطالعات پیش کلینیکی موفق بوده ولی هیچ جزئیاتی از اون بیرون نیومده. بنابراین قضاوت در مورد این رو مشکل میکنه. در مورد شرکت تولید کننده واکسن گفته شرکت نبوت، خب تاریخچه از این شرکت در دست نیست و ما نمیدونیم که شرکت تا چه حد تجربه تولید واکسن و تست کلینیکی اون رو داره. ببینید، وقتی مثلا میگن شرکت فایزر یک واکسن رو درست کرده، بیش از 100 سال سابقه پشت سرش هست و این خودش احساس اطمینان ایجاد میکنه. این به این معنی نیست که ایران نمیتونه واکسن درست بکنه، ولی باید اطلاعاتی که در این مورد وجود داره به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیره که مردم بتونن اعتماد پیدا بکنن نسبت به پروسه تولید واکسن و ایمنی اون در آزمایش‌های کلینیکی. در مورد همکاری ایران و کوبا در مورد ساخت واکسن و تهیه اون در دوز میلیونی بیشتر چه میدونیم؟ بازم این هم مثل بقیه چیزا اطلاعات خیلی دقیقی بیرون نیومده. تا اونجا که من میدونم میخوان با هم دیگه همکاری بکنن. البته اگه ما به خود سابقه واکسن یا سابقه کوبا در تولید واکسن نگاه بکنیم، اینها توانایی این کارو داره و حتی در مورد واکسن کرونا دو نوع واکسن درست کردن که الان سازمان بهداشت عمومی و سازمان کوواکس داره اینها رو مورد بررسی قرار میده. در نتیجه اگر که هدف این باشه که اون واکسن ها وارد ایران بشه و استفاده بشه، در صورت به نظر میادش که واکسن های مقدار به اصطلاح پشتوانه بین المللی دارن، به خاطر اینکه کوبا با سازمان بهداشت جهانی خیلی از نزدیک همکاری میکنه، برخلاف ایران که به نظر میادش که همکاریاش با کوواکس و سازمان بهداشت جهانی اونقدر قوی نیست. دکتر جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند، متشکرم از شما. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید این نهاد از صدا و سیما و شبکه 4 برای پخش سخنانی که توهین به حسن روحانی تلقی شده شکایت خواهد کرد. برنامه زاویه در شبکه 4 تلویزیون ایران سخنان یک روحانی شیعه به نام احمد جهان بزرگی را پخش کرده که در آن او بدون نام بردن از حسن روحانی در انتقاد از رئیس جمهوری ایران او را به مصرف تریاک متهم کرده. مجری برنامه بعد از این صحبت‌ها گفته اشاره مهمانان برنامه به افراد بر اساس قاعده آزادی بیان انجام می‌شود، اما این برنامه نماینده آن دیدگاه‌ها نیست. در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونه‌اش، نمی‌دونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش باش به شما گرسان نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن. این مسئوله؟ امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از شهر آخن آلمان با ما هستن. آقای سلطانزاده، چرا چنین حمله میشه به آقای روحانی رئیس جمهوری کشور در شبکه صدا و سیما ایران؟ این اولین بار نیستش که توی صدا و سیما ما یه همچین توهینایی رو میشنویم، ولی خب تفاوت این دفعه با دفعه قبل اینه که نفر دوم کشور مورد حمله قرار گرفته. ما دفعه قبل از هنرمندان داشتیم که توهینایی، مثلا توهین صادق کوشکی به رخشان بنی اعتماد داشتیم، توهین به اقوام مختلف، به اهل سنت،
که واکنش‌های مختلفی و اکثریت‌های ما توی جامعه نسبت به موضوع دیدیم، اما این بار شخص آقای روحانی هدف قرار گرفته و همین موضوع باعث شده که و رئیس جمهوری که همین الان مستقر هست، این موضوع باعث شده که عکس العمل داشته باشه و خب اطرافیان آقای روحانی هم تقریبا همشون نسبت به موضوع واکنششون داده. اهمیت موضوع از این جهت است. و فکر می‌کنید این استاندارد دوگانه در چیه؟ خود شما گفتید که قبلا کسانی که از مرتبه بسیار پایین‌تری برخوردار هستند در تلویزیون به اونها توهین شده در صدا و سیما، ولی مقامات مجبور به عذرخواهی شدن، ولی الان چنین کاری نمی‌کنند و میگن ما از قاعده آزادی بیان داریم پیروی می‌کنیم. این استاندارد دوگانه رو خب قبلا هم دیدیم، دست کم تو نشریات نزدیک به هسته سخت قدرت میتونستیم اینو ببینیم. اگر همین توهین یا حتی کوچکتر از این در از یک روزنامه یا یک نشریه نوشتاری یا یک وبسایت انجام شده بود، همین الان مطمئن باشید که توقیف شده بود و مدیر مسئول یا سردبیرش برای پاسخگویی به دادگاه احضار شده بودن. اما تو همین شرایط میبینیم که صدا و سیما با آزادی عمل هر جوری که دوست داره جناح مخالفش رو البته میتونه مورد حمله قرار بده و از یک مسئولیت خاصی هم برخورداره. این مسئولیت فقط به خاطر حمایت خاص حمایت شدن صدا و سیما از یک قدرت خاص نیست. مدیران میانی صدا و سیما ما به خوبی میدونیم که وابسته به جبهه پایداری هستن خیلی هاشون و همین توهینی هم که الان انجام شده از طرف این روحانی که میبینیم، ایشون هم عضو جبهه پایداری هست و خب میدونیم که قبلا معاون وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد هم بوده. بنابراین شاید هماهنگ شده نبوده، اما قطعا با بک‌گراند و پیش زمینه ذهنی هماهنگ شده نسبت به موضوع انجام شده. میتونیم متصور بشیم که در ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری آقای روحانی و نزدیک شدن به انتخابات چنین توهین‌ها یا حملات یا فشارهایی افزایش پیدا بکنه به جناح نزدیک به او؟ ببینید، برخلاف ادعاهایی که میشه، این حمله ها با آقای روحانی عطف به ریاست جمهوری نیست، چون آقای روحانی دور بعد کاندید ریاست جمهوری نمیتونه بشه و تیم نزدیک بهمون هم با توجه به چیزی که ما الان از افکار عمومی میبینیم بعید به نظر میرسه که بتونه اقبال چندانی رو به دست بیاره. موضوعی که اینجا جلب نظر میکنه این که آقای روحانی خودش رو شایسته رهبری میدونه و اگر هم دقت کرده باشید دولت اون خیلی مورد حمله قرار نمیگیره، شخص اونه که در حمله قرار میگیره. و من این موضوع رو فراتر از بحث انتخابات ریاست جمهوری دیدم و تحلیل اینجوری ندارم. خیلی ممنونم از شما امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی در شهر آخنال. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در کرمانشاه برای 5 عضو گروه موسیقی گلاریس به دلیل آواز خواندن زنان و انتشار کلیپ آن پرونده قضایی تشکیل شده. گفته شده در روزهای گذشته پلیس امنیت اخلاقی دو خواننده تکخان این گروه را چند ساعت بازداشت کرده و از همه اعضا هم تعهد کتبی گرفته. گروه بانوان گلاریس 2 سال پیش در کرمانشاه تأسیس شده و در زمینه موسیقی محلی و سنتی کردی فعالیت می‌کنند. این گروه پیشتر کنسرت‌های در ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار کرده بود. عمار گلی روزنامه‌نگار از شهر دسا و آلمان با ما هستند. بیشتر به ما بگید از این پرونده‌ای که برای این گروه تشکیل شده و از بازداشت اونها. عرض شود که طوری که گروه‌های بشری گزارش کردند، بیشتر ادله‌ای که مطرح شد از سمت نهادهای قضایی و خصوصاً نهادهای امنیتی اینه که این گروه به صورت تکخان برنامه‌های اجرا کردند، یعنی اعضای این گروه و چند تا از خوانندگان این گروه چند کلیپی تهیه کردند و در فضای شبکه‌های اجتماعی یوتیوب منتشر کردند. یعنی به صورت مشخص اشاره شده به این تکخانی و زیر پا گذاشتن برنامه قوانین جمهوری اسلامی در خصوص منع تکخان بودن زنان در گروه های موسیقی. اما وقتی به پشت داستان یکم نگاه میکنیم، اولا این گروه یک سابقه حدوداً
سیاسی رو به اون معنا داره، به این صورت که نسبت به رویدادهایی که تو منطقه اتفاق میفته واکنش خودشون رو داشتن، یعنی موضع گیری کردن، خصوصا در به نسبت لشکرکشی ارتش ترکیه به سوریه. این گروه از دعوت شبکه تلویزیونی ترتی ترکیه خودداری کرد، یعنی نرفتن، پاسخ رد دادن. بنابراین در خصوص میزان فشارهایی که به گروه گلاریس وارد شده، به نظر میرسه که در چارچوب یک فشار بزرگتری هستش که اگه توجه کرده باشید در طی دو هفته گذشته نزدیک 50 تا از فعالین سیاسی فرهنگی در اقصا نقاط کردستان بازداشت شدن و این فشاری که به گروه گلاریس هم وارد شده به نظر میرسه که در چارچوب فشارهایی هستش که در مناطق کردنشین بر فعالین حوزه‌های هنری، موسیقی و حوزه‌های فرهنگی میشه تصورش کرد. متشکرم از شما عمار گلی، روزنامه‌نگار از شهر دساب آلمان. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا خواسته تا روند صلح افغانستان و خروج نیروهای آمریکا از این کشور را پیگیری کند. آقای قریشی در مصاحبه با الجزیره گفته کشورش به تعامل بیشتر با دولت جدید در واشنگتن امیدوار است و همچنین گفته فرصتی که در افغانستان به وجود آمده باید حفظ شود و به پیش برود. آقای قریشی از دولت آقای بایدن خواسته این مسئله را درک کند. برای صحبت در این باره شفق خواتی، استاد دانشگاه و دکترای رابطه بین الملل از کابل با ما هستن. آقای خواتی، چرا پاکستان بیش از هرچی از حکومت آمریکا خواسته که به توافق صلح پایبند بمونه؟ پاکستان نگران است که با رفتن آقای ترامپ و احتمالاً تغییر نماینده ویژه آمریکا در افغانستان که آقای خلیلزاد باشد، روی کرده آقای بایدن و تیمش در قبال افغانستان و گفتگوهای صلح تغییر بکنه. به این معنا باجی که ترامپ و خلیلزاد به خاطر کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در طول یک دو سال اخیر به طالبان دادن و طالبان را از یک گروه دهشت افکن و تروریستی تبدیل کردن به یک گروه مشروع، احیاناً آقای بایدن ممکن است تغییراتی در رویکرد و استراتژیش در قبال صلح افغانستان و گفتگوهای صلح رونما بشه که پاکستان نگران این قضیه است، به خاطر از اینکه واکنش‌های کنگره مبنی بر مخالفت با کاهش نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان و همچنین این تصمیم تیم بایدن که احتمالاً توافقنامه ایالات متحده آمریکا را با طالبان بررسی خواهند کرد و ممکن است تغییراتی در موازهشان به وجود بیاید، پاکستان نگران کرده که پاکستان رو به اهدافش نرسه، به خاطر که این تغییرات من. فکر میکنید چه خواهد بود؟ تغییرات احتمالاً آقای بایدن به روی کرد نظامی بیشتر در صورت عدم تمکین طالبان رو بیاره، به این معنا نه که یک جنگ تمام عیار خیلی سریع را بیفته، به این معنا که آقای ترامپ و خلیلزاد و تیمشان تلاش کردند که به طالبان امتیاز ببخشند و از اون طرف از طالبان هیچ امتیازی نگرفتند، حتی آتش بس و در واقع کاهش خشونت ها که طالبان وعده سپرده بودند هیچ کدام اینا عملی نشد و ترامپ و خلیلزاد و تیمشان فشار هم بر طالبان وارد نکردند، به خاطر که اساسا پروسه صلح برای اینا پروسه کمپینی برای انتخابات. حالا آیا ریالیستیک ممکن است که به کاهش نیروها خیلی با کاهش نیروها موافق نباشه و دوباره به فاز نظامی برگرده و تا جایی هم پیداست که پنتاگون و همچنین سازمان سیا ممکن است که با رویکرد آقای ترامپ که واقع کاهش نیروها رو خیلی با عجله تلاش کردن که نیروهای خود خارج بکنن و از فاز نظامی کلن ببرن، این روی کرد در مورد آقای بایدن ممکنه که صدق نکنه و احتمالاً یک مقدار گرایش نظامی بیشتر و برای سرکوب طالبان یا حداقل مقاومت در برابر طالبان منجر شود. متشکرم از شما شفق خواتی، استاد دانشگاه در کابل با ما.
و اجازه بدید خبری که لحظاتی پیش به دستم رسید رو برای شما بخونم. توییتر حساب منصوب به دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران رو پس از اون تعلیق کرده که پوستری با مضمون تهدید دونالد ترامپ منتشر کرده. یکی از حساب‌های منصوب به دفتر آیت الله خامنه‌ای هست. این حساب در این پوستر تصویر هوایی یک زمین گلف دیده می‌شد که در اون آقای ترامپ مشغول بازی گلف بود و سایه یک پهپاد روی او افتاده. بالای این پوستر و زیر عنوان انتقام حتمی است اظهارات گذشته آقای خامنه‌ای نوشته شده که وعده داده بود انتقام ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه از صادرکننده دستور قتل او که رئیس جمهوری وقت آمریکا بود گرفته خواهد شد. حالا توییتر این حساب منصوب به دفتر آیت الله خامنه‌ای رو مسدود کرده. در بخش‌های بعدی خبر به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. دادستان کل ایران تایید کرده وزیر ارتباطات به دلیل خودداری از اعمال محدودیت بر اینستاگرام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده. محمد جعفر منتظری با این حال گفته اتهام‌های دیگری هم علیه محمد جواد آذری جهرمی مطرح بوده. به گفته رسانه‌های دولتی آقای آذری جهرمی فعلا با قرار وجه التزام آزاد شده. این در حالی است که وزیر ارتباطات پیشتر گفته بود نهاد زیر نظرش اختیاری در مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی ندارد. باران عباسی گزارش می‌دهد. اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران و یکی از معدود شبکه های اجتماعی خارجی که هنوز فیلتر نشده. خودداری از محدود کردن دسترسی به آن به گفته دادستان کل ایران یکی از دلایل احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه دو روز پیش. در نامه هم کتما برشون نوشیم، تاکیدم کردیم که این بخش های مضر رو بایستی که ببندن و جلوشو بگیرن که متاسفانه این کار انجام نشده. با این حال دادستان تهران گفته اتهام های دیگری هم علیه وزیر ارتباطات مطرح است. تصور بر این بوده که اتهام ایشون فقط همین نبستن اینستاگرام بوده و توی فضای مجازی این رو برد کردن، در حالی که اتهامات متعددی متوجه ایشون بوده. مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات جزئیات این اتهام‌های دیگر را در توییتر منتشر کرده. از جمله شکایت 432 نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در رژه اهواز، شکایت 150 نفر از طلبه‌های استان کرمان در خصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی و شکایت 3 فرد حقیقی درباره فسادهای فضای مجازی. تصویری از دفاعیه آقای آذری جهرمی هم منتشر شده. در بخشی از آن او نوشته در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش یا همان فیلتر کردن نیست. اتهام دیگری که در این تصاویر دیده می شود اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مورد انسداد فیلتر شکن ها و حمایت از پیام رسان های بومی است. چرا وزارت ارتباطات فیلتر شکن ها را مدیریت نمی کنه؟ چرا نمی بنده؟ سوال اینه. موضوعی که پیشتر هم وزیر ارتباطات را برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس کشانده بود. استاد دانشگاهی که دنبال مطلب علمی میگرده به دلیل که سایت های وبلاگ به دلیل ملاحظات عمومی شبکه های اینترنتی چون هم سطح هستن و دستبندی انجام نشده مسدود هستن به مشکل میخوره. تاجر ما که میخواد تحریما رو دور بزنه حساب بانکی پول واریز بکنه به مشکل میخوره. توضیحاتی که مانع از تلاش‌ها برای فیلتر کردن کل اینستاگرام یا دست کم بخشی از آن نشده. در کنار افزایش فشار بر صاحبان بعضی از صفحه‌های پرطرفدار یا حتی دستگیری آنها، اما یا حاکمیت برای فیلتر کردن کل یا بخشی از اینستاگرام نیازی به رضایت وزیر ارتباطات دارد؟ پاسخ آقای آذری جهرمی به این سوال پیش از این منفی بوده. این توضیحات او درباره فیلتر شدن تلگرام. نه موقع انسدادش از ما نظر خواستن، نه الان نظر میخوان. طبیعتاً تلگرام با حکم قضایی بسته شده و حکم قضایی هم با نظر قضایی مدت دادن قابل بازنگری. رسانه‌های دولتی میگویند وزیر ارتباطات فعلا با قرار وجه التزام آزاد شده و به محل کارش بازگشته. آقای آذری جهرمی چه عامل مسدود نشدن اینستاگرام باشد و چه کارگزاری بی اختیار، احضار و بازجویی او میتواند نشانه ای از عزم حاکمیت به تنگ کردن حلقه سانسور اینترنت قلمداد شود.
حاکمیتی که مقام‌های عالی رتبه‌اش آزادانه در همه شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. اما میلیون‌ها ایرانی را از این حق محروم می‌کنند. باران عباسی، بی بی سی. یک مرد بریتانیایی مبتلا به سرطان که 2 سال پیش پزشکان از او قطع امید کرده بودند، اولین مرحله از سفر خود با دوچرخه به سوی چین را پشت سر گذاشته. هدف لوک گرنفل شو این است که 140,000 دلار برای مؤسسات خیریه مرتبط با سرطان جمع آوری کنه. روی دوچرخه پا میزنم و میدونم که سرطان هر لحظه ممکنه برگرده. سال 2018 بود که لوک گرنفل شو متوجه شد به نوعی سرطان پیشرفته مبتلا شده که به ندرت کسی از آن جان سالم به در می‌برد. تومور اولیه که زیر استخون کتف سمت چپم بود، اندازه یه بادنجون بود. خیلی گنده بود. بعد زد به ریه‌هام. آقای گرنفل شو را که 24 ساله بود، ابتدا شیمی درمانی و بعد جراحی کردند. او با دویدن، دوچرخه سواری جاده و نقشه کشیدن برای ماجراجویی‌های آینده روحیه خود را حفظ کرد. روزی که سرطانم رو تشخیص دادن، فکر کردم اگه فقط یک کار دیگه بتونم تو زندگیم انجام بدم، دلم میخواد با دوچرخه دور دنیا بگردم. یک سال پیش لوک که پیشرفت سرطانش مهار شده بود، از شهر بریستول انگلستان راه افتاد به این امید که به چین برسد. عجب جاده صافیه، عالیه. آلمان جلومه و هلند پشت سرمه. خب فکر کنم دیگه میشه گفت که این چادر دیگه ضد آب نیست. بعد سر و کله ویروس کرونا پیدا شد. مرزها را بستند و راه لوک به سمت شرق مسدود شد. او به بریتانیا برگشت، اما 5 ماه بعد دوباره زد به چاک جاده. در رومانی لوک به کووید 19 مبتلا شد و بهبود یافت. وقتی داشت از اوکراین میگذشت، سوال اصلی را از او پرسیدیم. چرا این کار را میکنی؟ If you can take good care of your body, if you can look after yourself, it doesn't. اگه بتونید از بدن خودتون مواظبت کنید، از خودتون مواظبت کنید، وضعیت بهتری پیدا میکنید و از نظر روحی هم بهتر میشید. البته تضمینی بهتون نمیده، اما حداقل میدونید کاری که از دستتون برمیاد رو دارید میکنید که اوضاع بهتر بشه، حتی وقتی همه چی رو هواست و خیلی چیزا از کنترلتون خارجه. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، او تا حدود 1 سال دیگر از آسیا می‌گذرد و به چین می‌رسد. جونا فیشر، بی بی سی نیوز، این ایسترن اوکراین. و همطور که پیشتر هم گفتم، توییتر حساب منسوب به دفتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران رو پس از اون تعلیق کرد که پوستری همونطور که در تصویر می‌بینید با مضمون تهدید دونالد ترامپ منتشر شد. در این پوستر تصویر هوایی یک زمین گلف دیده می‌شود که در اون آقای ترامپ مشغول بازی گلف است و سایه یک پهپاد روی او افتاده. بالای این پوستر به زیر عنوان انتقام حتمی سارات گذشته آقای خامنه‌ای نوشته شده بود که وعده داده بود انتقام ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، از صادر کننده دستور قتل او که رئیس جمهوری وقت آمریکا بود گرفته خواهد شد. حالا این حساب منتسب به آقای خامنه‌ای مسدود شده از سوی توییتر. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.